فروغ کنعانی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی از آلمان همراه ما هستن. وقتتون بخیر خانم کنعانی و سپاس از همراهیتون. روز گذشته بار دیگر همچنان که در 5 ماه گذشته پا به پای ایرانیان داخل کشور، ما شاهد حضور گسترده ایرانیان در خارج از کشور در تجمعات و گرد همایی های بزرگ بودیم، دیدیم که یک بار دیگر تاریخ ساز شدن. این چه پیامی به حکومت جمهوری اسلامی داد؟ درود بر شما سرکار خانم. من اول اجازه میخوام که تبریک بگم. این همبستگی و این نمایش قدرت ایرانیان رو در سرتاسر جهان، فکر میکنم این خبری بسیار خوب بود. ببینید، اتفاقی که دیروز در دنیا افتاد اتفاق بسیار بزرگی بود. ما یک پاسخ واحد و مشخص به جهان دادیم و به کشورهای دموکرات، که اونها هم احتمالاً این رو یک خبر خوب و مثبت میدونن، برای اینکه بالاخره تکلیفشون مشخص شد با مردم ایران. یک مرزبندی بزرگ و کاملا واضح از آنچه که ایران تحت جمهوری اسلامی هست، یعنی مردم ایران و خود جمهوری اسلامی، اینکه چطور ما در برابر هم قرار داریم، در حالی که حکومت در ایران در یک نمایش ساختگی شکست خورده سعی میکرد که تظاهراتی رو به نفع سالیان پیروزی خودش نشون بده. دیدیم که چجوری مردم دنیا در سرتاسر جهان، از لس آنجلس گرفته تا همین دوسلدورفی که من دیروز مدعو جلسه و برنامهشون بودم، نشون دادن که کاملا مرزبندی واضحی دارن. در این خصوص بسیار مهمه که بگم چطور طیف‌های مختلفی پا به پای هم، دست در دست هم، دیروز تظاهرات‌ها رو، راهپیمایی‌ها رو ساماندهی کردن برای انداختن. برای مثال همین دوسلدورفی که مثال زدی، توسط اگه اشتباه نکنم مؤسسه ترویج جامعه باز و حزب ایران نوین طراحی شد. می‌دونم در جاها و در شهرهای دیگه جمهوری‌خواهان، کسانی که فراجناهی بودن، می‌دونم عزیزانی که وابستگی حزبی نداشتن، به قولی حتی مردم تظاهرات رو دادن، اما همه یک صدا یک چیز رو فریاد زدن و اون هم رفتن جمهوری اسلامی بود. و از همه مهم‌تر اینکه ما آلترناتیو آینده ایران هستیم. این چیزی بود که دنیا به شنیدنش احتیاج داشت. و از همه مهمتر، مردم درون ایران باید میدیدن و باید متوجه میشدن که قلب ما برای اونها میتپه و تا هستیم مطمئن باید بشیم که این خیزش ادامه داره و ما ایران رو از جمهوری اسلامی رها خواهیم کرد. به طیف‌های مختلف اشاره کردیم. چهره‌های شاخص مخالف جمهوری اسلامی از جمله شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی‌نژاد سخنرانی کردند. چه نکات برجسته‌ای در صحبت‌های اونها وجود داشت؟ کلید واژه‌ای که این روزها برگ برنده و آتوی طلایی ماست. ببینید، ما از همبستگی صحبت میکنیم و این رو مدام در کلام این عزیزان ما، همین عزیزانی که نامردید، هم تکرار میشه و میشنویم. من فکر میکنم که نباید فراموش کنیم این اصلا کم چیزی نیست که ما بالاخره همبستگی رو داریم در عمل و بر سر یک میز میبینیم. حواسمون باید باشه ما داریم علیه یک پروپاگاندای 44 ساله مبارزه میکنیم. حکومتی که بین فرد ما، از زن و مرد، اقوام مختلف، قشرهای مختلف، سعی میکرد تفرقه بندازه. حالا فرض کنید که این پروپاگاندای 44 ساله رو ما موفق شدیم در 6 ماه و فقط 6 ماه و حتی کمتر کنار بگذاریم، ازش عبور کنیم و بر سر یک میز بشینیم و یک صدا، یک خواسته رو فریاد بزنیم. رفتن جمهوری اسلامی، آینده آینده دموکرات و سکولار برای ایران و از همه مهمتر حکومتی که نمایندگی تمام طیف‌های ایران رو داشته باشه. این امر بسیار بزرگیه، اصلا نباید دست کم گرفته بشه. انتقادها باید در جهت کمک به این تداوم باشه، کما اینکه من فکر میکنم هر تمام این عزیزانی که نامبردیت هم به صورت خیلی واضح اعلام کردن که خواستار مشارکت حداکثری و خواستار تمام کمک‌های سازنده‌ای هستن که در این راه وجود داره. بنابراین من این رو یک خبر بسیار خوب میدونم. اما همبستگی و گذار از جمهوری اسلامی و عدم حمایت از ساختار پوسیده جمهوری اسلامی، این چیزی بود که من به صورت مکرر میشنیدم در این سخنرانی‌ها و این رو بسیار مثبت میبینم که به این مسئله پرداخته میشه و به قولی مدام تکرار میشه. ما فکر میکنم جز این و ادامه این مسیر ما راهی نداریم برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی و گذار از اون. ممنون از شما فروغ کنعانی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی از آلمان.